حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. آقای علیزاده، برآورد شما از احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی چیست و به نظر شما این بسته تحریمی جدید شامل چه مواردی خواهد بود؟ خب اینکه شامل چه مواردی می شود، خب خیلی پرسش مهمیه، چون باید ببینیم انگیزه ای که ایالات متحده داره به چی برمیگرده. آیا مسئله کنترل تهران در آنچه که حوادث اخیر منطقه است، یعنی حوادث پس از 7 اکتبر، مسائلی که در منطقه دریای سرخ و باب‌المندب داره اتفاق میفته، آیا مسئله کنترل این موضوع است یا اینکه نه اساسا نگرانی های شدیدتری دارن نسبت به اصل پرونده هسته‌ای ایران؟ چون که میدانید الان عملا آژانس بارها اظهار نگرانی کرده، به این معنی که در 2 نوبت نظارت تعداد افراد آژانس بر پرونده هسته‌ای رو تهران کاهش داده، به این معنی که تعداد افراد کاهش پیدا کرده، طبیعتا نظارت آژانس هم کمتر شده است. از اون سو میزان غنی‌سازی اورانیوم بسیار بسیار بالا رفته و این مسئله مشترک نگرانی تمام سه کشور ترویکا و آمریکاست. الان باید ببینیم موضوع نگرانی آمریکا کدام است و آیا ترکیبی از اینها شاید باشه، به معنی که اقدامی رو انجام بدن که هم مسئله پرونده هسته‌ای رو بتوانن مثلا کنترل روش بر بگذارن و هم مسئله پرونده منطقه رو. الان این مسئله برای ما روشن نیست، ولی آنچه که روشن هست این است که خیلی همسویی به وجود آمده بین سه کشور ترویکا و ایالات متحده در مسائل منطقه، در مسئله هسته‌ای، در مسئله حقوق بشر و همچنین مسئله اوکراین هم باید بهش افزود. به هر حال فوریه که فرا برسه 2 سال تمام از جنگ اوکراین گذشته و در جنگ اوکراین هم جمهوری اسلامی جانب پوتین ایستاده بود و برخی تحریم ها هم بابت مسئله اوکراین روی ایران آمده. به هر حال باید ببینیم که این کشورها به ویژه ایالات متحده چه تصمیمی میگیرن. این مقدار میشود گفت که تصمیمی که خواهند گرفت یک کفی میتوانه داشته باشه و یک سقفی میتوانه داشته باشه. سقفش این میتونه باشه که مسئله مکانیزم ماشه رو فعال کنن، که این دیگه یعنی کاملا به پیش از 2015، پیش از برجام برگردیم، یعنی تحریم هایی که از سوی سازمان ملل بر ایران اعمال شده بود، نه صرفا تحریم های امریکا یا این کشور یا اون کشور، تحریم های سازمان ملل که خب یعنی تعهد ایجاد میکنه برای تمام کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که همسو و دوست با جمهوری اسلامی هم باشه. از این سو ابعاد این اراده و تحریم جدید هنوز روشن نیست، باید ببینیم که ایالات متحده و دوستانش در چه اندازه ای میخوان کف یا سقف تحریم ها رو اعمال بکنه. آقای علیزاده، هدف از وضع تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی، حالا علاوه بر مهار برنامه هسته ای این کشور، حمایت از حوثی ها و گروه های نیابتی و تنش آفرینی در منطقه عنوان شده. چقدر این رشته تحریم های تازه میتونه در این زمینه ها بازدارنده باشه با توجه به اینکه ما شاهد هستیم علیرغم تحریم های موجود جمهوری اسلامی همچنان در منطقه تنش آفرینی میکنه، از حوثی ها و گروه های نیابتی حمایت میکنه؟ اگر کوتاه لطف بفرمایید. بله، همونطور که گفتم بایسته ببینیم که مبنای این تحریم های جدیدی که بر فرض قرار تحریم های جدیدی وضع بشود، مبنای تحریم چی هستش. من میتوانم حدس بزنم که یکی از مبانی تحریم همین مسئله منطقه و ناامن شدن گذرگاه باب‌المندب و دریای سرخ و کانال سوئز، یعنی در واقع تجارت دریایی هستش. میشود حدس زد که این هست، چون میبینید الان ایالات متحده وارد درگیری با حوثی ها شده، چند نوبت حوثی ها رو مورد ضرب قرار داده، حوثی ها هم عمل متقابلی انجام دادن، دیروز هم به یک کشتی جنگی امریکایی حمله کردن. بنابراین این موضوعی نیست که امریکا بتوانه ازش به راحتی عبور بکنه.
از اونجایی که حوثی‌ها مورد حمایت تهران هستند، پس احتمالاً اراده امریکا می توانه باشه که تهران رو بابت مسائل منطقه مورد برخی تهدیدها و تحریم‌ها قرار بده. از این رو حالا باید ببینیم که چه مکانیزمی رو استفاده می‌کنه، چه ابعادی از ده. می شود حدس زد که همین مقداری که الان به صورت محدود فروش نفت ایران داره انجام میشه زیر نظارت آمریکا میره. آمریکا اطلاع داره که این تحریم نفت داره فروش میره، ولی خب به دلایل متعددی، اینکه بازار نفت خراب نشه، اجازه دادن نفت فروخته بشه و پولش هم به دست تهران برسه نرسه، بالاخره این اجازه رو دادن. میتوانه یکی از ابزارها مسئله این باشه که اجازه فروش نفت تهران رو ایران رو محدود بکنن، و خب اون موقع باید ببینیم که پاسخ تهران چه میتوانه باشه. آیا میتوانه باز هم به صورت قاچاقی نفت رو بفروشه؟ و به هر حال باید ببینیم نوع تحریم هایی که دارن میخواهند اعمال بکنن چیست و مبنای اون چیست. سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما.